رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. خانم رضایی، برخورد با زنان و دانشجویان مخالف حجاب اجباری ادامه داره. به نظر شما این سیاست سرکوب و ارعاب در شرایطی که کنار گذاشتن حجاب اجباری به بخشی از در واقع زندگی روزمره زنان تبدیل شده، آیا نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ سلام به شما بینندگانتون. من قبل از اینکه سوال شما رو در واقع بهش پاسخ بدم، میخوام به این شیوه نامه ای اشاره بکنم که از دانشگاه مشهد بیرون اومده و در واقع یک روشیه برای سازماندهی کردن نیروهایی که در حال حاضر هم مشغول این کار هستن، نیروهایی که تحت عنوان نیروهای بسیج دانشجویی، حراست و اعضای در واقع گروه‌های نظامی و امنیتی در دانشگاه فعال هستن. بنابراین این بعدن چیز جدیدی نیست، الان ما هاست که در ده‌ها دانشگاه ایران داره اجرا میشه با اسامی مختلف و در واقع من بیشتر فکر میکنم که این اسامی دهان پرکن برای ارعاب فضای دانشگاه است و این به خودی خود نشون میده که در واقع این سیاستی که حالا بسیج، حراست و بخش های مختلف همونطور که خدمتتون عرض کردم در کنار هم داشتن انجام میدادن و با شکست روبرو شده که حالا اومدن پی در واقع سازماندهی کردن نیروهاشون در یک قالب جدید. اما اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، من حقیقتا فکر نمی کنم که هیچ حکومتی بتونه به زور به مردمی که چیزی رو نمیخوان در واقع اون موضوع رو تحمیل بکنه. در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. در 44 سال گذشته اینها نتوانستن اون سبک زندگی که مد نظر خودشون بوده به مردم ایران تحمیل بکنن. برای مدت‌های طولانی مردم ایران به موازات اون چیزی که در واقع حکومت ازشون میخواست زورشون میکرد، بابتش بهشون احکام شلاق، زندان و در واقع احکام سبعانه دیگه ای رو صادر میکرد علیهشون، یک زندگی زیرزمینی رو داشتن. اما در یک سال و چهار ماه اخیر بعد از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در واقع مسئله حجاب اجباری تبدیل شده به یک عرصه برای مقاومت مدنی مردم ایران. من همونطور که عرض کردم فکر نمی کنم که حکومت جمهوری اسلامی بتونه این کار را انجام بده، کما اینکه به این شکل مقاومت و گستردگیش در جامعه ایران به نحوی هست که اینها نیروهاشون برای این کار کافی نیست، آرایش نیروهاشون، وفاداری نیروهاشون در بخش‌های مختلف ایران، در قسمت‌های مختلف ایران در واقع اونطوری که میخوان نیست. به همین خاطر هم هست که به دنبال حفظ اون سیطره خودشون در مناطق استراتژیکی در تهران مثل دانشگاه‌های اصلی، مثل مترو، مناطق پرتردد هستن و این نشون دهنده اینه که همین خبری که خود شما خوندید در مورد در واقع قم نشون دهنده اینه که چقدر گسترده‌ست مقاومت مدنی و حکومت نتونسته در واقع زنان و دختران جوان رو مجبور کنه که حجاب اجباری سر بکنن. بنابراین خانم رضایی، فکر میکنین در حالی که جامعه این روزها با مشکلات بنیادینی، فقر، تورم، فساد، مشکلات محیط زیستی و ده ها مورد دیگه روبرو هست، چرا تا این اندازه بر بحث حجاب پافشاری میکنن؟ اگر کوتاه پاسخ بفرمایید من ممنون میشم. حتما. ببینید، حجاب اجباری یک ابزار سرکوب نیمی از جامعه ایرانه. یک چیزیه که زنان رو به عنوان افرادی که تحصیل کردن، جامعه زنان ایران خیلی هاشون تحصیل کرده هستن، تحصیلات عالی دارن، اینها رو مشغول نگه داره برای اینکه به موضوعات مثل برابری جنسیتی فکر نکنن. نکته ای که در مورد حکومت های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی وجود داره این است که در ابتدای کار اونها از مسائل ایدئولوژیک مثل حجاب، مثل ضدیت با غرب برای این استفاده میکنن که جامعه رو یک دست بکنن، اما بعد از مدتی تنها سعی میکنن یه بخش از این ایدئولوژی نخنما رو نگه دارن تا
بقیه ناکارآمدی‌هاشون، تا بقیه در واقع عمل نکردن به اون آرمان‌های ابتدایی خودشون رو روش سرپوش بگذارن. در مورد جمهوری اسلامی هم همین بوده. جمهوری اسلامی در دفاع از آزادی در مقابله با دیکتاتوری شکست خورده و در عوض داره سعی می‌کنه که حجاب اجباری رو به عنوان یک رونمای پوسیده برای خودش نگه. بله، ممنونم از شما رقیه رضایی، عضو تحلیل ایران وایر که از اتاوا همراه ما بودید.